بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترام آرزو دارم جور و سرمن باشین شاگردای گران قدرم در سای ریاضی را میبینین از کتاب گنجینی ریاضی به صفحه 91 رسیدیم و درس 59 رسیدیم و امروز 22 جوزای سال 1401 هجری شمسی است در درس ما در مورد جزرها بود در مورد جزرها بود و شاگردای گران قدرم ما و شما به قانون یازدهم رسیدیم در جزرها ده قانون جزر خواندیم خدا کنه که دیگه افزش کرده باشین انشالله مطمئنم است در قانون دهم یازدهم گفته در صورتی که جزرها هم درجه با مجذورهای مساوی باشن یعنی مشابه باشن می آنها را جمع تفریق نماییم یا به باره دیگر گفته فکتور گیری کنیم یعنی مشترک گیری ای تو بر ما نمایش داده خوب گوش کنیم جزر ای, ای دانه جزر نوم x مثبت منفی بی دانه جزر نوم x سکر جزور مشابه است درجه شام یکسان است مجزور شام یکسان است اینالی این ما میتونیم میره جمع هم کنیم تفریق کنیم یعنی این تو زریبش هم میگیریم اگه جمع بود جمع بی اگه منفی منفی از جذر را یکیش اه اه. سوال آورده شاگرد های نازمین گفته پنج جزر سه در, مثال... در درس قبلی هم تو مثال زیاد کار کردم جمع دو جزر سه منفی جزر سه جذر را درجه شان دو مجزور شان سه مشابه است خیر بگو پنج دو افت هفت که یک بره شش یا اگر میخوایی تو که پنج دو منفی یک از جزرای سه یکش که مشابه فرمول قبلی شد پنج دو هفت هفت اف منفی یک شش شش جزر سه مثال دیگه آورده جزر بیست منفی جزر پنج ظاهرا غیر مشابه معلومشی رو جمع نمیتونیم ولی میتونیم تو بگیریم که چار ضرب پنج جزر چار دو خیرمی میشه دو جزر پنج دو جزر پنج منفی جزر پنج از دو جزر پنج که یک جزر پنج کم شد جزر پنج میمانه یک دانه میمونه یعنی دو منفی یک یک خب شاگردای نازنین سوال دیگه است گوش کنید جزر بیست هشت جمع جزر شست سه مصبت جزر بر جذر 150 جمع جذر 24 خوب گوش کنید همین صورت یک نقل بر ما داده که یعنی کل هفت جور کنین هفت جور کنین مساوی است 28 تا میگیرم 7 ضرب 4 63 را میگیرم 7 ضرب 9 صحیح است دو دو جذر رفع میشه جذر 28 دو جذر هفت 63 را میگیرم نو سه میشه سه جذر 7 جمع جذر 7 مخرجم 150 را نوشته میکنم که چند خب 24 را اول میشته کنم باش که من بفهمم 4 6 24 6 جور میکنم خب این را که 6 بگیرم 6 چند شش 6 ب 3 شش دوازده و سه پانزه بیست پنج اه بیست پنج زرب شش جزر بیست پنج پنج میشه پنج جزر شش و یا میشه جزر چار دو دو جزر شش سعی شد صورت جمع میکنم دو سه پنج پنج یک شش شش جزر رفت شش جزر رفت مخرج جمع میکنم پنج و دو هفت هفت جزر شش درسته شاگرده نازنینم خیر ببینید شما دیگه چی گپ شد اما قدر سیز دیگه کار کرد خلاصتا اما کفایت میکنه روش فهمیدیم جای اگر ماسبه باقی مانده بود خودتان کار کنین ما چون تخنیک میخوایم تنها بلد شوین ماسبه مرا زامن نگیره که چون اینجا استاز شد یا باز اگر اشتباه شد یک بزرگواری کنین در ها نشته کنین که دیگه شاگردان متوجه شوند که اینجا اشتباه شده بفهمن ما فقط میخوایم تخنیک توجه داشته باشیم بیست بر جزر ده این تا آورده شاگرده اینا زنینیم سیز اینالی چله ما میتونیم بگیریم چار زر بده خوب گوش کنیم دو سده را میتونیم بگیریم 25 زر بده که کلش جزر ده شد خیلی مساویس سعی کنیم اینی چار از جزر میبره دو این دو کت از این سی جرب میشه میشه شش جزر ده منفی پنج میشه 5 پنج جزر ده مثبت 20 بر جزر ده سیز مساویست خوب گوش کن از 6 که 5 بره یک تا میمانه یک جزر ده منفی مثبت 20 بر جزر ده اگه خواسته باشین میتونین مخرج مشترک بگیرین جزر ده جذر ده تقسیم یک جذر ده دفعه ضرب جذر ده شود جذر ده ضرب جذر جذر که جذرش میشه ده یا جذر ده ضرب جذر ده, ده. مثبت تقسیم از یک شوه یک میشه یک ضرب بیست بیست ده و بیست سی سی بر جذر ده ناطق سازی هنوز نخوندیم که بازی میشه سی جذر ده در نهایت که ناطق بسازیم خیره یک ناطق ساخته کتاب تا با او خاطر ما بر ناطق می سازم ناطق سازی تو است که صورت مخرج زرب جزر ده می کنی این هم ضرب جذر ده این جام جزر ده ضرب جذر ده در نتیجه صورت میشه سی جزر ده مخرج جذر ده ضرب جذر ده یک دش خارج میشه یک ده ده سی ده سی سی جزر ده میشه خب شاگردای گران قدر مثال پنجم است مثال پنجم است براتان حل میکنم گفته که جذر یک اشار چل چار منفی جذر نزده اشاره شش مثبت جذر چار سد و بر بیست و پنج خوب گوش کنید مساویست اینی, اینی جره به کسر عام تبدیل میکنم میشه یک سد و چل چار بر ست. متوجه هستیم تبدیل خوانده بودیم به عوض اشاری یک میرفتیم به عوض دو خانه دو سفر میشه یک منفی منفی یک سد نوود شش بر ده متوجه شدیم یک سد شش بر ده اشاری پس کردم مثبت مثبت چار سد بر بیست پنج خودش اینالی گوش کنین یک سد چل چار جزرش میشه دوازده 100 جذرش میشه ده منفی 196 جذرش میشه 14 س... 14 برتون جذرای مربع را گفتم بر جذر ده ده زیر جذر میمونه مثبت 490 هم میتونیم 49 ضرب ده بگیریم که 49 ش 7 ش از جذر میبره 7 جذر ده میشه جذر 25 هم میشه 5 جذر 25 هم میشه 5 میشه یک مرحله جدا جدا بگیریم معیتو برتون لی دوستای نازنین میتونیم مخرج مشترک بگیریم کار کنیم خب چی رقم مخرج مشترک درکی بگیرم بر هر دوی از اینا میشه جذر در میگیریم یعنی میشه مخرج مشترک ما پس میارم اینجا تقسیم میکنم ده که ده خلاص میشه جذر ده میمونه جذر ز در میشه 12 جذر ده منفی اینی تقسیم شود جذر ده خلاص میشه ده میمونه ضرب 14 140 مثبت اینی تقسیم شوه یک ای تقسیم شود دو میشه ای هم خودش دو جزر ده میمانه دو هفت چار ده جزر ده ضرب جزر ده میشه ده مساوی است به دوازده جزر ده خودش یک خو اینی ای هم چار دوازده یک سده چل یک سده چل کت یک سده چل خلاص میشه ده مخرج هم میمانه ده جزر ده جزر ده کت ده خلاص دوازده تقسیم ده دلت شش بر پنج دلت, دلت یک اشاریه دو میگیریم <متحنت> کار که انشالله میفهمی ویدیو را سر ببین ویدیو را از سر ببین ما به خاطر عجله دارم میگم می در یک دفعه خلاص شود که بعضی سنفیگک هایتان شاگرده تلاش شانیست همیشه پرسان میکنیم سوست چه وقت به ریاضیات عالی میرسیم خدا میرونست تلاش میکنیم به ریاضیات تالی هم خواد رسیدیم خوب شاگرده های گران قدر قانون ناطق سازی را آورده ناطق سازی را رو... سازی جزور ناطق سازی جزور شاگردای نازنین ما گپ مایس که ناطق سازی را اگر بانیم ناطق سازی تطبیق جزور خواب شاگردای گران قدرم بیاین تا وقت جزور مرکب هم یک کمی بشناسیم که چی از باز بخیر ناطق سازی را خواد خواندیم جزور مرکب چی را میگیم جزرهایی که توسط جمع تفریق ارتباط پیدا کنه البته غیر مشابه باید باشه چون اگه مشابه باشه کلش پس به یک جذر تبدیل میشه جمع تفریق میشه جذر مشابه جذر مرکب نمیشه خوب گوش کن اگه داشته باشیم سه جذر دو جمع چهار جذر دو این نمیشه بگیم اینه جزو مرکب نه خب سه و چهار پس یک جذر میشه متوجه شدیم توسط ضرب تقسیم هم نمیشه اگه غیر مشابه باشه پس تو یک جذر میکنی دوشه دو جزر غیر مشابه یا چند جزر غیر مشابه توسط جمع تفریق جزر غیر مشابه کت جمع تفریق نه ضرب تقسیم چون ضرب تقسیم فهمیدین پس به یک جذر تبدیل میشه مشابه هم پس به یک جزر خیر که عالی نشته میکنم جزر دوم سه جمع جزر دوم پنج جمع سه این یک جزور مرکب است جزور غیر مشابه جمع عدد باشه یا نباشه این جزور غیر جزور غیر مشابه را میتونیم جمع تفریق جزور مرکب را میتونیم جمع تفریق مشابه های شود این اینجا سکنی جزور مرکب است جزر دو و جزر پنج غیر مشابه غیر مشابه غیر مشابه،, غیر مشابه اینا کل جزور مرکب است مثالش جزر جمع عدد یا تفریق عدد را میتونه جزور مرکب گفته شود این با گفتن نامگذاری میکنیم مثل پولیوم، ای و بی میگیم باز اون جمع تفریق هم میتونیم کنم مشابهاش جمع میکنیم غیر مشابهاش بالا خودش میمانیم اینی یک مثال داده بر ما گفت امیر جمع هم کنین تفریق هم کنین و بی منفی هم کنین ما امیر بر شما جمع میکنم سعی کنین دوستای نازنینم امی جمع از ایره جای به بر جای برتان انجام میتونم خوب دقت کنین از جزرای پنج یکیش خوب گوش کنین دو 5 از جزرای سه یکیش. چار که دو بره دو باقی متوجه شده این الان میاده بزرگ گرفتم از اف که سه بره منفی چار جمعش کردم سهیست اون هم رو مشابهش دو به دو جمع میکنیم انشالا فهمیده خب امیر تفریق میکنم در تفریق دوستای نازنینه مثل که در پولینوم و شما میخوانیم باز بخیر هر وقت پولینوم هم بخوانی نیر خوبتر یاد میگیرین که اول امیالامه های پولینوم دومی تانه تغییر میتین اینجا ملامه ایر تغییر میتین ای منفی بی وقتی منفی بی میگه اینی منفی میشه اینی مثبت میشه اینی منفی میشه حالی گوش کنین از جزرای پنج یکیش متوجه هستین از سه که دو رفت یک باقی یک نشته نمی کنین. مختلف الالامه شد حالی از جزرای سه یکیش چهار و دو شش چون جمع شد نه الامه دو مده نظر میگیرم سه و اف ده منفی ده. در دوش همی منفی ده. اینال بی بی منفی را کار میکنم پل دوم اول می گیرم دو جزره پنج منفی دو جزره سه مثبت سه و پول نوم را د دوم مییرم سه جزره پنج چهار جزره سه و منفی افت منفی میکنم منفی کنم اینی تغییر میخوره ا ای که علامه نداره مثبت است منفی گرفتم اینال سی کنین از جزره پنج یکیش از منفی سه که دو بره منفی یک میمونه منفی یک یکش نشته نمی کنم منفی جزر پنج من جزرای سه یکیش منفی چار و منفی دو منفی شش مثبت سه و مثبت هفت مثبت ده انشالله که فهمیده باشی خب وقتی پول را بخونیم باز خوب در شما میفهمین اینجا یک مثال آورده خوب گوش کنین دوستای نازنین گفته شما میره جمع تفریق کنین اینجا جدا بر میکنم پول نوم ای که است جزر سه و من منفی جزر منفی پنج و بی که از شش جزر سیوم پنج این اینجا که عدد نداره میشه یک سفر خودتان بانید جمع کی خانه تشاسه ای شد ای جمع بی را پیدا میکنم ای جمع بی سعی کنیم از جزرهای سیوم پنج یکیش شش و چار ده ده جزر سیوم پنج اینی ای خودش جمع سفر پس خودش حاصل میشه یا خودش پایین کردیم اینجا از منفی پنج که چار بر منفی مختلف که بود تفریق میکنیم صحیح است؟ ای منفی بی را پیدا میکنم آلی پس همینجا اینجا را پاپ میکنم منفی ش برتان کار میکنم خوب گوش کنید شاگرد دای نازنین ای منفی بی اینی علامه را تغییر میده مثبت ها منفی شد خوب گوش کن از جزرای سیم پنج یکیش منفی شش و چار منفی دو اینی پس جمع تفریق سفر سفر انصور اینیت از خودش منفی جزر پنج منفی جزر منفی جزر 5 خب منفی 4 و منفی 5 منفی 9 این حالی گفته نه بی منفی کنین بی منفی خیر اول جزر بی را میگیرم که 6 جزر سیوم 5 است یک خانه صفر را میمانم باز 4 را میگیرم که سی خانه شد به اندازه جزر اول جزر ای را میگیرم 4 جزر سیوم 5 منفی جزر 5 منفی 5 تفریق میکنم اشارات تغییر منفی مثبت مثبت منفی از شش چار تا که چهار تایش بره دو جزر سیومه پنج این خودش پایین میشه مثبت جزر پنج استازی خود منفی و نه اشاره دو من متبر میگیریم پنج چار نو انشالله فهمیده باشید هر وقت جمع تفریق پول نومه بخونین بیخی خوب یاد میگیری نیده. همین سوال که دوستای نازنینم گفته ای را منفی بساز بی را بال خودش بان سی را منفی بساز ای را که منفی بساز اینی اشارات تغییر میخوره اه اینی مانا صحیح شد بی بال خودش بان سی را تغییر بده اینی منفی اینی مثبت اینی منفی امیر دیگه کار میکنم خوب گوش کنید از جذرای دو یکیش خوب دقت کن منفی سه و منفی چار منفی هفت منفی هفت و منفی یک منفی هشت منفی جزر دو سعی کنین این سعی کنین اینی جزر باشه که از این نداریم اینی دو تا اینه با هم خوب داریم جزر سی اینجا داریم این یک ذره بر شما گدوات نشه ما هر جمع میتونم به خاطر شما به ترتیب نشتهش میکنم با مسرت به ترتیب این اینجا اثر نشته میکنم سعی کنین اینجا دعوال چهار جزر داریم کلش چهار چهار خانه براتون میگیرم سعی کنین جزر ای دو است سی منفی پنج است و شش هست. ای را گرفتم اینال جزر در زیر از این نشته میکنم منفی چار جزر دو و جزر سی رو می میکنم می پنج متوجه شدید جزر 5 نداره یک سفر می مثبت من منفیش فرق نمیکنم منفی شش و جزر سی سی جزر دو ایجا می گیرم باز جزر پنج داره این ایجا می گیرم سفر میمانم. نداره جزر ایجا میگرم. من منفی سه جزر پنج و داخل هم داره ان سی انشالله متوجه شدید امونا را پس گرفتم ای را گرفتم بی را گرفتم سی را گرفتم فقط اما اونایی را نداشتن او حدودی را که نداشتن به جایش سفر وزه کردم اینال حال شرط تطبیق میکنم گفته ای را منفی بساز این اشاره را تغییر میتونم منفی منفی مثبت منفی بی بال خودش سی را تغییر بتیم منفی منفی مثبت منفی, منفی. این خوب گوش کنید. منفی جمع بی منفی سی مساوی میشه از جذرای دو یکیش. ضریبش سه که منفی سی و منفی چار منفی اف منفی افت یک منفی اشت خب ای سی سه کنین از سه یکیش. سفر منفی پنج منفی پنج منفی پنج و منفی یک منفی شش از جذرای پنج یکیش. سه و سفر سه سه و یک چار اشاری دومه در نظر میگیریم مثبت چار و اینجا سعی منفی سه و شش منفی نو منفی نو و شش منفی پانزده اشاره دو در نظر میگیریم منفی پانزده این اشاره دای نظرینم ولی جمع تفریق پول نو که یاد بگیریم به خیریره یاد گرفته میتونیم مثال دیگه آورده اول اما تو برتان ترتیبش میکنم اینجا جدا میگم ای مساوی است به دو جزر سه منفی جزر پنج مثبت شش بی کدام نداره جذر دو داره اینا نشته میکنم منفی 4 جذر دو جذر سه را داره منفی پنج جذر سه جذر 5 نداره سفر منفی شش سی سه جذر دو نشته میکنم جذر سه نداره سفر میگیرم جذر 5 داره منفی سه جذر 5. عدد داره مثبت سه اینه آلی چی گفته؟ منفی منفی بی منفی سی پیدا که اشاره کلش تغییر این مثبت است منفی مثبت است منفی منفی است مثبت مثبت است منفی اشاره دوم البته باز ما در نظر می گیریم این مثبت مثبت منفی مثبت این را سکن منفی منفی مثبت منفی اشاره دوم اینالی از جزرای دو یکش اینجا منفی سه داریم اینجا مثبت چهار داریم الان می دو مثبت یک میمونه مثبت اینجا منفی یک داریم سفر میشه خلاص میشه اینجا صفر میشه یعنی مکمل خلاص میشه خیر سفر صفر با صفر می اینجا سعی کنیم مثبت 5 جذر سه داریم اینجا منفی جذر سه داریم از 5 تا یک تاش بره 4 تا مثبت 4 جذر سه اینجا ببینید این مثبت 3 جذر 5 داریم سفر خویش اینجا مثبت 1 جذر 5 داریم میشه مثبت 4 جذر 5 منفی 3 داریم و مثبت 6 منفی 6 خلاص میشه منفی 3 اینی حدام نیست خلاص است میمانه چار جزر 3 جمع چار جزر 5 منفی 3 خب دوستای نازنین ضرب جزور مرکب عیناً مانند ضرب باینوم یا ضرب پولینوم صورت میگرد یک جذر به کل جذرها ضرب میکنین یک جذر به کل جذر ضرب میکنین پیش از اون چند حالت برای شما کار کنیم میره هر وقت که پولینوم بخورین بخیر جذور مرکب خوب میفهمین گوش کنین اول یک عدد از ضرب جذور مرکب میکنیم مگه داشته باشیم 3 جذر 4 مثبت 5 جذر 7 ات باشه سه جذر 3 و 4 باشه ای. اینی دور ضرب میکنیم 2 3 6 جذرش به حال خودش 2 5 ده جذرش به حال خودش حالا یک جذر ضرب جزور مرکب میکنم خب گوش کنین جذر دوم سه داشته باشیم ضرب اف جذر دوم پنج منفی چار جذر دوم سه جذر دوم سه آمنی جزر دوم شش میکنم شش میره ضرب میکنم مثبت ضرب مثبت مثبت یک ضرب افت افت سه ضرب پنج پانزه از جذر کی ضرب بازی رو ضرب ازی میکنم مثبت ضرب منفی منفی یک ضرب چار چار از جزرای های سه شش اشت جزر ضرب باز هم تو دو جزر می میتونیم ضرب کنیم دو جزر می میتونیم ضرب کنیم اینجا یک مثال اک براتان گیرم. خوب گوش کنین اگه داشته باشیم جزر دو جمع جزر سه ضرب جزر پنج جمع جزر هفت مثال میگم خب اینی ای رو ضرب کن اینجا باز ضرب کو اینجا ده اینجا که ضرب کنیم دو پنج ده در اینجا که ضرب کنیم دو هفت چارده مصبت چارده این حال ای را ضرب کن سه پنج پانزده سه پنج پانزده سه پنج پانزده ببخشیم سه پنج پانزده زیر جزر اه. و سه هفت بیستی یک زیر جزر مصبت بیستی یک زیر جزر این شد انشالله فهمیده باشیم خوب ببینیم عالی چی گفته خودش این یک مثال آورده ضرب میکنیم شاگردای نازنینم منفی ضرب مثبت منفی از جزرایم هم در جکش سه سه نو جذر نو سه جذر نو سه مثبت ضرب منفی منفی از جزرایم هم در جکش سه شش اگه خواستین اجده را میتونین نو ضرب دو بگیرید نو ضرب دو نو سه از جذر خارج میشه منفی سه منفی سه جذر دو میتونین منفی سه را مشترک بگیرین یک جمع جذر دو بانه خب بازی را مرحله با مرحله شما بلد میشین اینالی یک جذر اول بر اردوش ضرب میکنم بازی را بر اردوش ضرب میکنم این که ضرب کنم میشه دو چار اشت جذر سه ضرب جذر سه سه میشه سه سه دو افت چار ده جذر سه خودش چار میکنم چار چار 16 جذر 3 خودش 4 اف 28 8 سی 24 14 چار. و 16 سی سی جذر سی و 28 خودش 28 و 24 جمع میکنم 52 میشن مثبت سی جذر سی جمع کردم جذر انشالله فهمیده باشه این دو جذر مرکب ضرب میکنم جذر افتاده این دو تا ضرب میکنم 7 ضرب جذر 7 49 نو میشه 7 هفت ضرب جزر دو میشه جزر چهارده میشه جزر چهارده دو رو ضرب میکنیم دو هفت چهارده دو ضرب جزر دو میشه دو هفت دو نو جزر چهارده جمع جزر چارده دو جزر چهارده درست است اینی جای قوس مزدوج داریم دوستای نازنین قوس مزدوج در مطابقت ها یاد میگیریم خوبترین شیست که اول ضرب اول علامه ضرب علامه دوم ضرب دوم خیر مردو رقمش بر شما کار میکنم دقت کنیم اول تو که ضرب عادی کنیم هیچ که قوس مزدوج از جذر ضرب اف ضرب جذر اف میشه افت مثبت ضرب مثبت مثبت جذر اف ضرب جذر دو جزر 14 نوبت عزیز منفی 7 چارده. منفی ضرب مثبت منفی جذر دو ضرب به جذر دو دو اینی که تازی خلاص میشه از که دو بره پنگ بخوی اما ضرب قوسای مزدوج طور است که زرب اول زر می اول میکنین اول ضرب اول اف ضرب به جذر رفت اف حالا ضرب زر علامه میکنین مثبت ضرب منفی منفی دو من دوم به دو جذر دو جذر دو دو قوس مزدوج قوس قوسی را میگیم که این چیز است تنها یک اشاره شون مثبت منفی است باقی میمونه پنج این طریق ساده است در غیر از ضرب پولما را بلد است. این اینجا شما قوس مزدوج میبینین قوس مزدوج دو رقم ضرب میتونید یکی هم تو ضرب اینی رو ضرب ازی میکنین 3 3 نو جزر دو ضرب جزر دو 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 9 18 دالت ضرب خیره گرفتم مثبت ضرب مثبت مثبت س 3 نو جزر دو نو جزر دو نوبت از مثبت مصبت ضرب منفی منفی سه 3 نو جزر دو مصبت. منفی ضرب مثبت منفی 3 3 نو اینی که ازی ای خلاص شد نو دو اجده از اجده که نو بره نو باقی ولی به با شکل مزدوج که ضرب کنیم چه اینی اول زرب اول میکنی سه سه نو جزر دو ضرب جزر دو دو علامه رو ضرب علامه میکنی منفی سه ضرب سه نو نو دو اجده،, اجده اجده منفی نو نو ای ساده ترش است قوس مزدوج این اینجا هم دوستای نازنین هم میتونیم قوس مزدوج داشته باشه نه می قوس مزدوج است کمی جایش فرق داره خیره سعی کنین ما دا جمع قانون تبدیلی داریم جزر اول ما بال خودش جزر پنج من فی دو اینی دو ما میکنم جزر پنج جمع دو دجمع قانون تبدیلی داریم فرق نمیکنیم این حال قوس مزدوج شد قوس مزدوج که شد یکی خونه مو ضرب میتونین اول ضرب بردیش غیر از سادش جزر پنج ضرب جزر پنج پنج علامه ضرب علامه دو ضرب دو چار باقی میمانه در قوس مزدوج کار درست است این اینجا ببینیم قوس مزدوج جور میکنم باز حل میکنم ساده شود ای اول چون منفی است بال خودش اول چون منفی است بال خودش جزر دو منفی جزر سه اینی دو کمی تغییر میارم جزر دو رو در اول میارم جمع جزر سه او آخری خودش جزر هفت منفی سه اینی جره ضرب میکنم جزر دو ضرب جزر دو میشه دو مثبت ضرب منفی منفی جزر سه ضرب جزر سه میشه سه ضرب قوس آخر جز رفت منفی سه اینال اینجا باقی بیمانه منفی یک منفی یک ضرب جز رفت منفی سه منفی را که داخل ضرب کنیم این منفی میشه منفی جز رفت این مثبت سه میشه باز در نوشتن خوب است اول مثبت نشته کنیم باز منفی را سه منفی جز رفت هر کدام از ضرب نمیتونستین بگوین باز من ضرب میکنم و باز تکرار میکنم وقتی شما بخیر پولینوم یاد بگیرین مشکلتان حل میشه در اینجا هم یک سواله که جالب داریم اینی دو جزرا هم درجه است از جزرای چار یکیش متوجه شدین داخل از این قوس های مزدوج است ده ضرب ده صد علامه ضرب علامه منفی جزر نزده ضرب جزر نزده میشه نزده اینی دو جزره ضرب کردم ضرب در جزر 54 54 هم به اجازه شما اگه اجازه تون باشه 96 54 میگیرم بر 9 سعی شد مساوی است خوب گوش کنید جزر چارم خودش از 100 که بره بر 81 میمونه ضرب در جزر نو سه 3. 3 جزر 6 بر نو متوجه استین ان شاء الله 81 میگیریم 3 بر ما 4 سعی کنین 3 ضرب 3 9 میگیرم 4 سه به نمای چار ضرب اینی یک کنیم یک سه 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 نو جزر شش بر سه اینی خلاص میشه سه از جزر می برای ضرب جزر شش بر سه سه کت سه خلاص میشه می جزر شش ویدیو را سر دیده برین بلاخره رمز کار پیدا میکنین و اگر نفهمیده بودین مد خدمت ناطق سازی را دوستای نازنینیم نه ناطق را نخوندیم ناطق سازی باشه ناطق سازی را بخیر در لکچر چرا بعدی میخوانیم از توجه تان سپاس خوب درس بخونین زحمت بکشین ثواب برده میرین دوستای تان معرفی کرده برین این ویدیو رو دانلود کنین برک از بتین بیاین در فلش از آدرس های مایی مزامین هر مضمون تا ما زنده باشون بر شما درس ثبت کردم درس های مکتب درس های انگیزشی در هر چی شما کتاب انتخاب کنین ما سرش گپ من از دگه دانشمندا دعوت میکنم روزی هم که من فوت کردم اینمی سیستم سازمان برای هر استادی که میخواد پس پیش برای اینمی و اینا فکر نکنین مال است من نبودم از هر استادی که میخواست درس بتینم کل سیستم در خدمتش بیا در ساره به خیر پیش ببره افغانستان باسواد، سواد هر افغان معلم هر افغان لایق هر خانه افغانستان صنف جهاد جهاد علم جهاد اکبر جهاد علم کل ما می درس میخوایم. زحمت میکشیم، غیر ازی کنیم بی غیرت هستیم غیر ازی کنیم بی همت هستیم غیر ازی کنیم افغان نیستیم غیر ازی کنیم حتی در اسلام خود شک کنیم که یک مسلمانی که قبی غیرت و بیهمت باشه که وطنش در بدر باشه درس نخونه در تلفن و فیسبوک و گیم و اینا مصروف باشه شرم باد برش ولی شما دوست داشتنی هستی دوست داشتنی چرا هنوز میگم شرم با چون این ویدیو را باید ده میلیون شاگرد ما داریم ببینه دیگه افغانای کاتاریوزی نمیفهمه ببینه اما ده نفر میبینه صد نفر میبینه خدا